گرمترین و سمیمانه ترین دروتا حضور همه شما بینندگان بسیار ارجمند گرامی امیدوارم که هر کجای این جهان زندگی میکنید برحال خوب باشید و سلامت باشید و تنها ما هم در درون ایران که این برنامه را مشاهده میکنند براشون آرزوی درستی داریم و روزهای بسیار خوب تا هم با واقعا آزادی تو هم با خیال راحت الان میدونم که شرایط خیلی ناگواره براتون ولی آرزو میکنیم که شرایط مساعد باشه در این سلسله برنامه ها که خدمت شما باید ارز کنم با چهره های جوان هنرمند صحبت میکنیم که در رشته های مختلف فعالیت میکنن در سلسله برنامه هایی که داشتیم بیشتر به تئاتر برداختیم تئاتری که در خارج از کشور خب این جوان هایی که از ایران آمدن خوشبختانه خوب دارن کار میکنن و تا کنون هم بسیار موفق بودن امروز با یکی ای از این چهره صحبت می کنم همیانان ارجمند که کارهای مختلف هنری کرده حالا از زبان خودشون خواهیم شنود این مهمان عزیز ما آقای ماده هستند درست میگم درود بر شما آقای مادا درود بر شما جناب توفیقی خیلی خوشحالم که در برنامهتون حضور دارم و میتونم با هموطنان ایران هموطنان ایرانی در سراسر سر جهان صحبت بکنیم و یک من. برنامه خوبی رو در کنار هم داشته باشیم خواهش میکنم باعث خوشحالی است مادر جان من میخوام خواهش بکنم که به ما اول بگی که چند سالت بود که آمدی به خارج من در 19 سالگی از ایران خارج شدم و مستقیم به لس آنجلس اومدم مستقیم آمده این امریکا بله. خب وقتی مستقیم آمده آمریکا آیا قصد داشتی برگردی به اینا یا نه؟ بله اولش قصد داشتم برگردم چون در ایران کارهای هنری میکردم و تازه شروع کرده بودیم به تئاترهایی رو روی صحنه بردن و خیلی دوستانم اونجا بودن خانواده ها اونجا بودن و علاقه است علاقه به عادتامون علاقه به وطنمون درسته برده. چیزی که دیده بودیم و میشناختیم بله. و دوست داشتم برگردم یعنی واقعا اومدم که یک سال اینجا باشم بعد برگردم و تجربه کنم و برگردم که تجربه باعث شد که برنگردم بمانی برنگردی خب برحال این تجربه به نظر این عقیه خیلی با ارزشه که این دوستان جوان ما بهش اشاره میکنند خب در ایران که با دوستان میخواستی کار بکنی واقعا چه چیزی شما رو بیشتر اذیت و آزار میکرد؟ توی ایران وقتی میخواستیم یه کاری رو بکنیم اصلا دلیل موندن من در آمریکا همین بود نه فقط در زمینه تئاتر در زمینه حتی زندگی روزمره مردمی که اونجا دارن زندگی میکنند وقتی که یک دولتی یک حکومتی یک مملکتی رو اداره میکنه و سانسور مم. کات کردن عقاید حرف ها مم. و کریشن ها خلاقیت ها رو مم. کات میکنه از یک ممیزی رد میکنه اولش سخته مم. ولی بعد از یه مدت که میگذره میشه نرم جامعه میشه نرمال جامعه یعنی ما اون موقع که در ایران کار میکردیم این که باید یه سری از خلاقیت همون رو قیچی بکنیم برامون چیز غیر عادی نبود حتی مم. چیز آزاردهنده نبود چون چیز دیگری جز این نمیدونستیم طبق اون چیزی که یاد گرفته بودیم طبق اون چیزی که شده بود نرم جامعه جلو می رفتیم مم. و کارمون رو انجام می دادیم وقتی که به آمریکا اومدم و این طرز فکر رو این طرز زندگی رو دیدم که توی قانون اساسی این مملکت اولین مم. فرمان قانون اساسی اولین بند قانون اساسیشون آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی پرستشه. بله. یعنی شما هر گونه انسانی که هستید با هر طرز تفکری اینجا به عنوان یک آمریکایی پذیرفته هستید. درست. توی این مملکت می‌بینید رؤسای رو... جمهور همین الان دارن با همدیگه می‌جنگن. و خیلی راحت یک نفر میره روی اینستاگرام یا فیسبوک و هرچی هر چیه که دانش دن میاد هر چی که عقیدشه بیان میکنه ام. و هیچ مشکلی براش ایجاد نمیشه, نمیشه و توی ایران حتی به فکر ما نمیرسید که یک همچین ریبلیانی داشته باشیم بجنگیم برای اون حرفی که میخواستیم اینو تجربه بود که واقعا باعث شد یه واقعیت بفهمم بله کاملا درست میگی مادر جان یه نکته ای که خیلی خوب شما بهش پرداختید در همین امریکا که زندگی میکنید اینجا واقعا زرزمین فرصت هاست به. یعنی واقعا هر انسانی که اینجا جوان باشه بهتر زود میتونه بگیره خوش وفق بده همپای همینها پیش بدن چون به درستی اشاره کردید نگاه به جامعه آمریکا میکنیم میبینیم که خب اینجا از همه کشورها آمدن دیگه شما مثال بزنید مثلا اینجا مکزیکی هست نمیدم از کشورهای آسیایی همه ولی اون چه که اهمیت داره واقعا فرصت هست قدرت و توانایی که میتونی قشنگ در اون راستایی که دوست میداری نشون بدی و مورد تایید قرار میگیری هیچ کم بالا سرت نیست بهت بگه آقا این حرف رو بزنی ها خب شما راجع به هنر الان گفتی در ایران خب اون موقع فکر میکردی غالب و چارچوب همونیست که حکومت تعیین میکنه دیگه آه ولی بسیاری از فرزندان ایران زمین جوانه هنرمند که آمدن دیگه آسی شده بودن آقا چقدر میتونن فرمایشی کار کنن؟ به خصوص در رشته تئاتر، سینما و هنر موسیقی که شما دیگه در همون نوجوانیتون لمسش کردی دیگه یه. یک واقعیتیه ب توی ایران من متولد 1360 هستم. 57 انقلاب شده. مم. یعنی من نوعی یا هنرمندی که همزمان من بودن بچه‌ای که هم, هم دوره من بودن. درسته. ما اصلا تغییر این رو ندیدیم. مم. از زمانی که اومدیم همون سانسور رو بگیر و ببند بوده ام. زمانی که ما به سن مثلا جوانی و جوانی رسیدیم تازه احساس میکردیم که خیلی جنگیدیم که صدای دو تا خواننده بتونه از تلویزیون پخش, پخش بشه یا یک صدای سازی بیاد ام. یا تئاتری همچنان برقرار باشه جنریشن های قبل از ما بل. که زمان شاه رو دیدند درسته. و وارد زمان جمهوری درسته. اسلامی شدند برای اونا خیلی سختتر بوده درسته. برای من نرم جامعه بوده انقدر آزارم نداده تا برای یکی مثل شما درسته. که ممکنه کارگاه نمایش رو در ایران دیدید بلد. که پیتر بروک میومده ایران و کار میکرده کسایی مثل خیلی خیلی آقای بیزایی آقا همه همه کسایی هستن که از اون دوره درسته. کاراشون رو انجام دادن و نگاه میکنین ببینید اون زمانی که یک رژیمی میاد یک گروهی رو درست میکنه و بهشون آزادی عمل میده میگه تو به عنوان یک هنرمند آزاد باش مهم. ذهنت رو باز بذار و چیزهایی رو بساز که تا الان نبوده مهم. آقای نلبندیان تو ایران تئاتری رو کار کردن بانی. که شماره هم شیراز رو من شرکت کرد دقیقا و اون اون تئاتر من به عنوان یه کسی که مثلا کار تئاتر دارم میکنم الان میخونم میگم چقدر بیمرز فکر کرده این آرتیست که تونسته یک همچین چیزی رو درست بکنه بانی. و یهو یک یه کات پنج سال هفت سال بعد از اون دولت عوض میشه و ببینیم بانی. اون آزادی فکر تا کجا در اون چاه میره واقعا در اون چاه میره ماندگار شدی و فرصتی که در اینجا به دست آوردی تونستی خودتو اونجور که میخواستی نشون بدی دیگه در کارهای هنری چی دقیقا این آزادی تفکر یه چیزی رو به من داد تو که احساس کردم من در ایران فقط کار تئاتر میکردم بله کار تئاتر میکردم و تازه میخواستم سینما رو شروع بکنم کلاس های بازیگری رو شروع کرده بودم در سن 17 18 سالگی و ولی تئاتر عشقم بود از بچگی همیشه بوده وقتی که به آمریکا اومدم احساس کردم که اولا ما همه یک بار زندگی میکنیم این حکمت منه ما همه یک بار زندگی میکنیم و در طول این مدت باید به خودمون مدیونیم که تجربه هایی رو که دوست داریم داشته باشیم رو در حد توانمون انجام بدیم انجام. برای همین در یه رشته هنری نموندم سعی کردم همه رو یه محکی بزنم ببینم کدوم رو بیشتر دوست دارم آه. کدوم رو دوست دارم بیشتر درش برای جذابتره خیلی بره. و جالبیش اینه اون روند خلاقیت برام جذابه اینکه اوتکامش اینکه ب... نتیجهش نتیجه به چه فرمی ارائه بشه انقدر برام مهم نیست مم. که اون روند خلاقیت که یه حسی رو که من از یک داستانی از یک اتفاقی به دست میارم و میخوام با یک زبان دیگری این حس رو منتقل بکنم به مخاطبم مم. هر کسی که هست نه. با تئاتر باشه با موزیک باشه با سینما باشه هر کدوم از فرم‌های هونر الان تازگی‌ها نقاشی رو شروع کردم. خیلی علاقه من شدم بهش. بله. ببینم چه جوریه. خیلی هم درش استعداد ندارم ولی نه واقعا خوبه. حس خوبی بهم به میده بله. وقتی بله. که این کار رو انجام میدم. خیلی بله. خوبه. کار آخری که یکی از کارهای آخری که انجام دادم بله. کاری بود به اسم هفت خان آزادی. بله. به کارگردانی ناکتا پهلوان و افشین کتانچی که بله. فکر کنم نمایش بله. بله. در تلویزیون. بله. بله. این کار تئاتر یکی از کارهایی بود که من معمولا ساعتها خاطره دارم از هر کدوم از کارهایی که انجام دادم چون لحظه به لحظه شو لذت میبرم و تو ذهنم میمونه ولی یکی از پرخاطره ترین کارام بود هفت خانه آزادی به خاطر اینکه یک داستانی رو قرار بود ما تعریف بکنیم که خودمون فقط مقدارش رو میدونستیم بقیه‌اش انقدر سنمون کم بودن و سانسور زیاد بود نمیدونستیم و طرزی که این کارو شروع کردیم ناکتا پهلوان، افشین کتانچی خیلی جالب بود به ما گفتن به تحقیق بکنید در مورد که می‌خواید بازی بکنید من. تحقیق در مورد اون نقش‌ها باعث شد ما بتونیم راحت‌تر نقش‌ها رو بسازیم مم. دلم برای تک تک بچه‌هایی که باشون کار کردم این کار تنگ شده دلم برای اون روزها تنگ شده روزهای تلخی بود دلم برای کشت و کشتارا تنگ نشده میتوارد. چون الان که این زمان گذشته نگاه میکنم مینم که ما به عنوان کسایی که اینجا کار هنری میکردیم تنها راهی بود که بتونیم نظرمون رو فریاد بزنیم و این نظر رو فریاد زدن باعث میشد که بیشتر حسش بکنیم این که گفتم یک هنرمند هدفش اینه که یک حسی رو که خودش میگیره منتقل بکنه به مخاطبش اگر اون حس رو خودش نداشته باشه چگونه نه. میتونه مخاطب ب... میشه میشه ادا در آوردن میشه ام... اینجا به تئاتر میگن پلی معنی. پلی معنی. یعنی بازی معنی. بازی کردن هم اگر تو مود بازی نباشید اگر قانون بازی رو ندونید اگر معنی. لذت نمیبرید ازش نهایتا معنی. کسی هم که میبینه لذت نمیبره این خاطره موند توی ذهنم به خاطر اینکه این هدفی که از هنرمند بودن که بتونه یه حس رو منتقل بکنه به نفر دیگه این رو سر این کار واقعا لمسش کردم ما با بچه ها از تظاهرات می اومدیم می رفتیم تو صحنه که آماده بشیم برای اجرای اون شب همینجوری اخبار می اومد کار هفت خان چهار نفر پنج نفر پنج شخصیت دیگه در طول اجراها بهش اضافه شد به خاطر اینکه از اجرای همی... اول ما تا اجرای هم... آخر ما کشته ها بیشتر میشد هر دقیقه حوادث بله راست می خیلی تاثیر گذاشت دیگه ما باید نقش اون بچه های رو بازی میکردیم که جونشون کف دستشون گذاشتن رفتن تو خیابون ها کاری که ما تو آمریکا با خیال راحت انجام میدیم میریم جلوی دوربین شعار میدیم ولی بلده. اون جونش گذاشت کف دستش رفت و این کار رو انجام داد همگام شدن با طرز فکر این جوون برای ما شاید یه مقدار دشوار بود ولی اون حال و هوای تظاهرات اون استکامی که از ایرونی ها دیدیم بعد از این همه سال همه با هر بیلیوی که داشتن اون همه جمع شده, جمع شده بودن شد برای یه هدف یه هدف زن زندگی آزادی. آزادی باید یه زن اهمیت داشته باشه در یک جامعه که تازه اون جامعه بتونه برابری رو حس بکنه کنی. احزاب سیاسی فعال جبهه متحد دانشجویی حزب ملت ایران سازمان جوانان احسند احسند رسانه آزاد و جنبش دانشجویی ما خواسته هامونو از طریق فعالیت مدنی بیان میکنیم ما قتلای زنجیری رو محکوم کردیم الان هم دنبالشونم ای, ای 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 ای. چی شد؟ خودکشی کرد کی؟ کی خودکشی کرده؟ بابا بلند بخون ببینم چی شده کی خودکشی کرد عامل اصلی قتلای زنجیرهی با خوردن داروی نظافت در زندان خودکشی, خودکشی, خودکشی کرد آم خودکشی کرد ببینم ببینم امکان نداره بهتره بگیم خودکشی دادنش آخه بابا واجبی تو زندان کجا پیدا میشه ما همه اینا رو میدیدیم تحقیقامون رو کرده بودیم من نقش پویا بختیاری رو بازی میکردم پویا بختیاری یکی از محبوب ها شد برای من بخواین رفتم هر چی تونستم در موردش خوندم صداهاش رو گوش کردم مصاحبه های بعد رو گوش بشت. کردم قبل رو گوش کردم که بتونم یه ارتباطی با این شخص داشته باشم و موقع که رو صحنه میخواستم زندگیش بکنم من به خاطر این مویی که دارم هفت سال من این مو رو دارم و سر اون من مجبور بودم کلاگیس مختلف بذارم و نقش احمد باطوی رو که بازی میکردم با ریش بود مم. درسته و من یه ذره صورتم حساسه برای همین ریشه مصنوعی گذاشتن همیشه حساسیت نه صورتم بایاره. خودم ریش نگه می داشتم و درست قبل بین نقش احمد باطوی و نقش پویا بختیاری من سه دقیقه و 15 ثانیه وقت داشتم که برم پشت ریشمو و بتراشم کلاگیسم عوض بکنم و بیام ریش رو که میتراشتم کلاگیس رو که میذاشتم کلم رو که میآوردم بالا تو آینه نگاه میکردم دیگه مادار رو نمیدیدم آفرین. یه دیگه... جورایی دیگه پویا وقتیایی رو میدم چون می چهرم هم عوض شده به این کمک میکرد به هم بیشتر درسته. روی صحنه با نینا نایبی نازنین این صحنه دو نفره بود نینا نایبی نقش مادران داغدار رو بازی میکرد نمایندگی مادران داغدار رو بازی میکرد و من پویا بختیاری بودم نماینده جوانهایی که مادرهاشون داغدارشون شده بله این صحنه رو که ما بازی میکردیم موقعی که آخرین دیالوگ آخرین دیالوگ با این بود که نینای عزیز من آهنگ آیرلیخ رو آهنگ شعر ترکیه آیرلیخ رو میخوند و بین این آوازخانی ایشون من اسم کشته شده ها رو دونه دونه میگفتم ثابت روی استیج موقعی که آخرین بیت رو میگفت من احساس میکردم این بغز داره میتره که و فقط باید خودم رو نگه دارم همه تماشاگر دارم این پویا وقتیاری پویا وقتیاری گریه نمیکنه و پویا وقتیاری میموندم تا لحظه آخر که نور میرفت مادا که میشدم میترکیدم پشت صحنه تمام بازیگرای ما همشون بدون استثنا وقتی میمدن پشت اشکشون سرازیر میشد یعنی بچه‌ای که اون لحظه نباید رو صحنه میرفتن همه میرفتیم دلداریش بدیم که بتونه برگرده مبارزه بکنه روی اون صحنه برای ما مبارزه بود برای ما واقعا مبارزه بود هر بی دردن اولا یمان ایرولو وحید دامور آیر ayrılı Aman ayrılı Hamid -e Rasuli Her bin Erden oğlan Yaman ayrılık بیا پسرم درست شد ممنونم مادر مادر جانم دوستای دیگه هم, هستن کفشای اونا هم درست میکنی؟ چند نفره؟ هزار و پونصد نفر باشه عزیزم درست میکنم من و مادرای دیگه کفشای پاره همه رو درست میکنم هزاران بار موقعی که اینجا شلوغی میشد اه، توی مصاحبه ها همی رفتن میگفتن جوانان به پا خیزید بیاین من... من نگفتم این رو من نمیدونم اگر در ایران بودم توی بلد. اون موقعیت بودم من الان آدمی هستم که اومدم این ور و طرز فکر این ور طرز آزادی فکر این ور رو پیدا کردم و ترجیح هم به اینه که جایی باشم که بتونم فریاد بزنم حرفم رو که شاید سوالی در ذهن یه سری ایجاد بکنه نمیدونم اگر در ایران بودم چه اتفاقی میفتاد شاید من هم در خیابون بودم شاید من هم جز کسایی بودم که تیر میخوردم شاید اصلا به خیابون نمیرفتم برای هیچ هیچوقت بهشون نگفتم ولی وقتی قرار شد نقش یکیشون رو بازی بکنم دیگه این من نبودم که پیغام میدادم این پویا بختیاری, پویا بختیاری بود که داشت این کار رو میکرد آفرین خب این نشان دهنده که واقعا یه هنرمند وقتی هم که خود اشاره کردی بتونه در قالب اون شخصیت بره و اون چی که حس میکنه منتقلش بکنه به تماشاگرش خب این هنرمند موفقی در این زمینه به خصوص شرایط ما با یک شرایط هنرمند امریکایی تفاوت داره امریکا کشور آزادیه اینا تئاتر دارن سینما دارن ولی ما داریم هنرمندان جوان ما یه صحنه دیدن و بعد که اومدن خارج یه صحنه رو از طریق دنیای مجازی دیدن دیگه نمیشه بگی آقا این نه میذارم این ای بابا این اتفاق افتاده این به نظر من از یک هنرمند امریکایی مسئولیتش نسبت به جامعه خودش هم نس بیشتر و بیشتره خیلی یه باقیت... هنرمند در هر زمینه ای را اپرست کردن توی ایران بله, بله. یعنی من من در زمین تئاتر دارم صحبت می دوستان من هستند که در زمینه رقص میخواستم فعالیت بکنم آقا رقص یک, یک زن در ایران جرمه جرمه خواندن یک زن در ایران جرمه جرم ممنوعه درست چرا در در کاری که هفت خانه آزادی زنها خواندند بله زنها رقصیدن مردها پا به پاشون خوندن و رقصیدن یک جوری یک اسمش روشه هفت خان هفت خان وقتی که شما هفت خانه، رستم رو میخونید با, شاهنامه. با زبان شاهنامه بله. داستان جالبیه داستان رو میخونید تا به ته برسید نسسری داستان جذاب هر لحظهش گل بل بل نیست بله درست. تمام جنگها رو نشون میده تمام چیزهایی که باید ازش رد بشه که به خان هفتم برسه برسی. و بتونه اون خان رو ببینه تئاتر ما هم همین بود م. خیلی از دوستانی که اومده بودن یکی از دوستان اینو به من گفت بله. من معرفی میکنم که همه بیان این کار رو ببینن ولی متاسفم دفعه دوم نمیتونم <applause> انقدر به من فشار رو برد. چون اینها رو ما شاید تیکه هایی از جراید روزنامه و یه تیکی ویدیو رو یوتیوب دیده بودیم ولی وقتی این رو لایو رو صحنه داری میبینی؟, میبینی انگار اون جایی انگار تو اون تظاهرات توی خیابونی داری. این حس و اون خیلی برش دردناک بود داری. ولی بعد از تمام این داستان های دردناکی که ما داریم نشون میدیم داری. خانه هفتم خانیه که امیدواریم که ایران اون باشه آفه. که همه زن و مرد کنار هم دیگه وایستادند برد. دست تو دست هم برد. دیگه درسته. و میتونن کنار هم زندگی بکنن بدون هیچ جنگی بدون هیچ ترس نه... در دلشوره درسته کارهای دیگه ای که انجام دادی در زمین های مختلف هنری برای بینندگان ارجمند ما هم توجیه بده تا واشنا شدم باید بیشتر راجع به کارا داشتن میشه کارهای دیگه در چه زمینه‌هایی بوده خواهش می‌کنم توضیح بدید چش چه؟ چه زمینه‌های مختلف و زیاد امتحان کردم همه رو آه، آه. هستن ولی بیب چند تا از کارا رو میگم خدمتتون که چند دوستان میشناسن موقعی که به آمریکا اومده بودم یه پنج شیش سال بعدش با آقای شهبال شپره آشنا شدم آه. چقدر واقعا آشنایی خوبی بود گروه بلکت چقدر... گروه بلک رو اون موقع داشتن برای ما یه گروه دیگه ای درست کردن به اسم جونیورز فایف پنج آه. تا پسر بودیم که میخونیم با هم م. که با اشون تور دور دنیا رفتیم و افری. یه آلبوم هم از کار اومد بیرون کار پاپ موزیک پاپ, پاپ, بود. بود. listen, baby. دلم میسوزه با تو همه چیزو خون میبینی حلقی تو فکر اسکن ها زندگی رو نمیبینی تو خیل نکن میشه با خون همه چیزا رو بخری خواب ببینی بکنی با پول یه سرمی و خوب بخری تنها تجربه من تو موزیک پاپ بود بعد از اون یه سری از کارهای اخیر اما اگه بخوام بهتون بگم دوتا نمایشنامه با یه کارگردان خیلی خوبی به اسم مصطفی قربانپور کار کردم کار شاپرک بود که برداشت آزادی بود از شاپرک خانوم بیژن مفید و این کار رو اجرای تئاتری انجام دادیم به کار دیگه ای که با ایشون کار کردم شازده کوچولو کتاب انتوان دو سن که خیلی, خیلی واقعا هر دو کارا شاپرک و شازده کشور جزء باکت لیست من بود مم. چیزی بود که باید حتما قبل از اینکه این, این دنیا رو ترک کنم انجامش می دادم هر دو رو با یه کارگردم انجام دادم آه. بر پیکر سردم بتا صدایی احساس کردم توی باغ روی گلا لم دادم و آفتاب داره پشتم رو گرم میکنه تو از کجا اومدی دختره که آفتاب من شما رو یه جایی دیدم آره آره همین چند روز پیش بود توی باغ دیدمتون از این گل به اون گل میپریدین اصلا هم خسته نمیشدین راستی چرا این کارو میکردین؟ چون من زنبور اصلم گرد گلها رو به طلا تبدیل میکنم به کار دیگه ای بود که خودم هم توش نقش کردم هم جزء تهیه کننده های کار بودم م. به اسم تابش سرخ به انگلیسی میشد کریمسون گلو تابش سرخ بله بلد. که نه تا آرتیست بودیم که در کلاسای استادی شرکت کردیم به اسم استاد رسولی و م. ایشون عقل سرخ رو که رساله عقل سرخ آقای وردی رو شیخ صاحب شهابدین رو برای ما برداشت کردن و اون چیزهایی رو که ذهن ایشون میخواستم اون چیزایی که ذهن هنری ما خلق میکنه بعد از شنیدن این اثر بذاریم کنار هم و یک پازلی ازش درست بکنیم و اینو اجرا بکنیم این کار بدون هیچ دیالوگی انجام شد فقط با رقص نور ساوند uh, هیلینگ uh, و uh, موزیک موزیسین های مختلف uh, این کار رو انجام دادیم یکی از بهترین دوستش دارم اون کار رو واقعا به قلبم خیلی نزدیکه اون کار ده ده. و um, دیگه کارهای نب... یه دونه فیلم کوتاه بود که تهیه کننده ای کردم به اسم تو لیدل بویز یه فیلم کاملا امریکایی بود در مورد ال uh, جی بود جوانای اون uh, فیلم،, فیلم خوبیه پیشنهاد میکنم اگر از یوتیوب عطب میخوان عطب. چک بکنن تو لیدل بویز حتما ببینید این کار رو چندین سال بعدم یه گفتم موزیک پاپ اولی و آخری نه uh, وسط تظاهرات ها uh -huh. من و دوستم رامین سکوتی یه دونه uh, کار رو انجام دادیم به اسم شرقی غمگین بازخونی ترانه بود از فریدون فرخزاد با ادای احترام بهش این کار رو انجام دوباره یه محک دیگه خودم زدم توی موزیک ای شرقی غمگین ای شرقی غم. چه شعری ولی موزیک الکترونیک میسازم دی جی میکنم از ان آرت فرم دوست دارم به خاطر اینکه راحت میتونی از صداهای مختلف یه حس خوبی رو برای مردم تو هر زمینه ایجاد بکنی ایجاد با کنی بعد خیلی کار چند تا کفایت بکنه <applause> بله فوق العاده بود من کار دیجی هم که دیگه میکنی نور علا نور میشه به قول قدیمی ها یه جالبه خوبه حالا در آینه ان شاء الله میخوای همین کارا رو ادامه بدی دیگه فقط نمیخوای که صرفا در ضمن تئاتر باشه یعنی موسیقی نمیخوای بذاری کنار هیچ چد... چهت... رو نمیذارم کنار چون هر هر کدوم به من لذتی داده که دوست دارم بیشتر درش برم جلو حالا شاید یکی رو بی یک سال بذارم کنار دوباره بهش سر دوباره بزنم به ولی تئاتر همیشه با همه. خب دیگه تئاتر تاعت, تاعت... دیگه عشقمه آره. تا چیزی که از اول تا الان با هم بوده و خواهد من با هم بند. اشاره با. که بیش از اینا موفق بشی واقعا کسی اگر عاشق هنر باشه به خصوص عاشق تئاتر باشه نمیتونه این هنر ناب رو بذاره کنار گفتم که تئاتر زندگیه قشنگ ولی با سینمای تفاوتهایی داره که اونو بهش اشاره کردیم اینه که فرمودید هوشنگ توضیح عزیز واقعا استاد ما یه کارم با ایشون انجام دادیم به اسم بله آه. برداشت آزادی بود از رستم و سهراب به اسم رستم از حال پسرش سهراب خبر ندارد مم. و ایشون یه جمله میگفت میگفت تئاتر تنها آرت فرمیه که تماشاگر و آرتیست در یک لحظه از خلق اون اثر لذت می‌برن با هم در ارتباط هزار سال دیگه قضاوت دگرگونه ای از رستم خواهند داشت رستم بودن سخت باطل بودن ساده دارن بینندگان ارجمند به این نکته توجه کنند که هنرمندان تئاتر واقعا احتیاج دارن به حمایت خیلی از شهرها و شخصیت هستن که براشون اصلا و ابدا کاری نداره حمایت مالی کردن اگه حمایت مالی میکردن همین نمایشنامه هفت آزادی که این همه بازیگر داشت میتونست به همه شهرها بره به همه علاقه شهرهای امریکا میتونست و به اروپا بره خب متاسفانه هزینه سنگینه شما اون دفعه من عرض کردم که هم بیرید هواپیما رو هزینه شدن نظر بگیرید مانه. خب نمیشه که این همه بازیگر رقصنده موزیسین اینه که احتیاج داره به حمایت و پشتیبانی امیدوارم که این برنامه تاثیر مثبت داشته باشه و شما هنرمندان عزیز از این بابت هم دیگه بتونید با خیال راحت سفر کنید